در همین ارتباط همکارم خانم شهلا راسته در استودیو همراه ما هستن تا ما را در جریان آخرین خبرها از تحولات در کنگره و تصمیم های قانونگذاران قرار بدن. خانم راسته، دولت آمریکا اخیراً اهداف خودش رو در سوریه اعلام کرد که ادامه مبارزه با داعش و همینطور پیشبرد یک فرایند سیاسی که جنگ رو به پایان برسونه رو شامل میشه. بعد از ظهر امروز جلسه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در امور خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار میشه که جیمز جفری نماینده آمریکا در امور سوریه و رابرت جنکینز دستیار معاون وزیر در امور دموکراسی، مناقشات و کمک‌های بشردوستانه وزارت خارجه در اون حضور دارند. این جلسه فرصتی است برای اعضا که تا چگونگی برنامه‌ریزی دولت برای رسیدن به اهدافی رو که اعلام کرده و همینطور نیازهای بشردوستانه و بحران ممتد پناهندگان سوریه رو بررسی بکنند. الینا راسلتنین رئیس جمهوری‌خواه این کمیته پیشاپیش جلسه یک بیانیه صادر کرد که در اون نوشت ایران، روسیه و ترکیه و دیگران با اهداف بدخواهانه خودشون در پی بهره برداری از وضعیت سوریه هستند و تاکید کرد که آمریکا باید منافع خود و متحدان منطقه ایش رو تامین بکنه. یک تحول دیگری دیروز، نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات‌های مجلس هم چهارشنبه از سوی همکاران حزبی خودش به ریاست مجلس نمایندگان انتخاب شد. خانم پلوسی در صورت تایید نهایی جمعی نمایندگان مجلس در ژانویه، سوم ژانویه، برای دومین بار به عنوان یک زن مسئولیت ریاست مجلس رو به عهده خواهد گرفت. گزارشی از جزئیات انتخاب او رو با هم می‌بینیم. قانونگذاران دموکرات با اکثریت آرا نانسی پلوسی را برای ریاست مجلس نمایندگان برگزیدند. خانم پلوسی نماینده ارشد کنگره مطمئن است که در سوم ژانویه از کل مجلس نمایندگان رأی اعتماد خواهد گرفت. مخالفی هست؟ البته. اما من امیدوارم در پیش روی یک رأی قوی داشته باشیم. برای کمتر کسی در مورد تجربه و آگاهی و یا مهارت سیاسی پلوسی 78 ساله سؤالی وجود دارد. اما برخی باور دارند زمان رهبران جوانتر با ایده های تازه فرا رسیده. وقتی به رهبری حزب دموکرات نگاه می کنید، مثل کمیته خانه سالمندانه. همه نزدیک 80 سال دارند. نسل جوانتر کجا هستند؟ چون با این تیم رهبری حزب دموکرات به قدرت بر نمی گرده. انتظار می رود دموکرات ها سال آینده با داشتن اکثریت مجلس برای تحقیق در مورد پرزیدنت ترامپ از جمله مبارزات انتخاباتی، معاملات تجاری و یا مسائل مالیاتی او اقدام کنند. پلوسی بر این تلاش ها نظارت خواهد کرد. ما وظیفه داریم بر کار رئیس جمهور و سایر شاخه های دولت نظارت کنیم و این کار را با سربلندی انجام خواهیم داد. پرزیدنت ترامپ از جانب جمهوری خواهان در مبارزات انتخاباتی کنگره انتقاداتی از خانم پلوسی کرده، اما برای مقام ریاست مجلس از او حمایت کرد. اگر مشکلی داشته باشد، من می توانم آرای لازم را برای او فراهم کنم. به غیر از این، معتقدم او شایسته این مقام است و همچنین نانسی و من می توانیم کارهای زیادی را با هم پیش ببریم. رئیس مجلس نمایندگان پس از رئیس جمهوری و معاون او بالاترین مقام سیاسی در ایالات متحده است و با داشتن این مقام، نانسی پلوسی زنی با بالاترین رتبه سیاسی در تاریخ آمریکا محسوب می شود.